جسد اسماعیل هنیه دو روز پس از کشته شدنش در تهران روز جمعه در قطر تشییع و به خاک سپرده شد. رویدادی که نه فقط خاورمیانه بلکه جهان را تحت تاثیر قرار داده و بسیاری نگران پس لرزه‌هایش هستند. همکارم سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا همراه ما. سوران، آخرین تحولات مربوط به کشتن اسماعیل هنیه را از تو بشنویم. آریان، جسد اسماعیل هنیه که پنجشنبه به قطر منتقل شده بود امروز در این کشور تشییع و به خاک سپرده شد. محمد رضا عارف معاون اول رئیس دولت جمهوری اسلامی برای شرکت در این مراسم امروز جمعه به دوحه رفت. در مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه مقامات قطر، حماس و شماری دیگر از کشورهای منطقه حضور داشتند. اونطور که دولت قطر میگه، خاک سپاری او به درخواست خانواده اش خصوصی برگزار شده. در شماری از کشورهای منطقه از جمله پاکستان، ترکیه، مناطق فلسطینی و لبنان در محکومیت کشته شدن اسماعیل هنیه تظاهرات برگزار و برای او نماز میت غیابی خوانده شد. اما منطقه همچنان درگیر کشتن اسماعیل هنیه است و بسیاری نگرانند این مسئله آتش ناآرامی‌ها در منطقه را شعله ورتر کنه. جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتیش همچنان تهدید می‌کنند که انتقام او را از اسرائیل می‌گیرند. در جنوب لبنان حملات متقابل حزب الله و اسرائیل به یکدیگر همچنان ادامه داره. حملاتی که به گفته حسن نصرالله دبیرکل حزب الله در چارچوب حمایت از غزه است و به انتقام کشته شدن فؤاد شکر و اسماعیل هنیه ربطی نداره. حسن نصرالله روز گذشته در یک سخنرانی گفت که عملیات‌های مربوط به انتقام کشتن اونها متفاوت خواهد بود. در سوریه دیدبان حقوق بشر سوریه میگه گروه‌های شبه نظامی در حالت آماده باش قرار گرفتند و از همه نیروهای خود خواستند تا به پایگاه‌ها بازگردند. همچنین رسانه‌های لبنان از آماده باش حزب الله در جنوب لبنان خبر دادند. در عراق و یمن هم گروه‌های شبه نظامی وابسته به جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را تهدید به حمله می‌کنند. در همین رابطه جروزالم پست گزارش داده که حکومت ایران و حزب الله لبنان قصد دارند در روز تیشا به آب، روز سوگواری تخریب معبد سلیمان در 23 مرداد به اسرائیل حمله کنند. سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز هم با شمار دیگری از مقامات کشورها و همچنین دبیر کل سازمان ملل گفتگو کرد. علی باقری کنی در این تماس‌های تلفنی گفته جمهوری اسلامی حق پاسخ به اسرائیل رو برای خودش محفوظ میدونه. کشتن اسماعیل هنیه تنش‌های بین ترکیه و اسرائیل رو هم بیش از پیش وخیم‌تر کرده. پس از آنکه سفارت ترکیه در تل آویو پرچم خود رو نیمه افراشته کرد، اسرائیل معاون سفیر ترکیه رو احضار کرد. در این باره وزارت خارجه اسرائیل گفته این کشور عزا برای یک قاتل مانند اسماعیل هنیه رو تحمل نخواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه ترکیه هم در پاسخ گفته نمیتوان با کشتن مذاکره کننده ها و تهدید دیپلمات ها به صلح رسید. همزمان با افزایش این تهدیدها، شماری از شرکت‌های هواپیمایی از جمله سنگاپور، تایوان، چین و تعدادی از هواپیمایی‌های اروپایی و آمریکایی از حریم هوایی خاورمیانه به ویژه ایران و لبنان دوری می‌کنند. OPS گروپ که خطرهایی در رابطه با پروازهای هوایی را منتشر می‌کنه، به شرکت‌های هواپیمایی توصیه کرده که از حریم هوایی ایران و عراق دوری کنند. در چند روز گذشته شماری از شرکت‌های هواپیمایی هند، آلمان، آمریکا، ایتالیا پروازهای خود به اسرائیل را تعلیق کرده. همزمان شماری از کشورها مانند آمریکا و فرانسه از اتباع خود خواستند تا ایران و لبنان را ترک کنند. با گذشت دو روز از کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز از اعلام جزئیات در مورد چگونگی کشته شدن او تفره میرند. رسانه نزدیک به سپاه پاسداران گزارش‌های رسانه‌های بین‌المللی در مورد چگونگی کشته شدن او را رد می‌کنند و اصرار دارند که هنیه در حمله موشکی کشته شده و دلیل اون هم ضعف تیم امنیتی خود اسماعیل هنیه بوده. آریان، سپاسگزارم از تو. سوران خاطری از اتاق خبر صدای آمریکا با ما.